مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا با ماست. آقای صارمی‌فر، مطمئنم که شما هم تعداد زیادی از این واکنش‌ها رو دیدید. چقدر به نظرتون حرف او شایسته این همه نقد و طنز و انتقاد هست؟ یا میشه بهش این فرصت رو داد که مقصود شاید این بوده که از پایتون میشه استفاده کرد برای نوشتن برنامه‌های هوش مصنوعی، مثلا مثل همین چت جی پی تی، و شاید از اون بشه استفاده کرد؟ بله، این درسته که از پایتون استفاده های زیادی میشه و خیلی از این چیزایی مثل پیش بینی و اینا رو کد هاشو با مثلا ممکن با پایتون زده باشن، ولی این که یک نفری با این عناوینی که داره به عنوان استاد دانشگاه یا رئیس یک دانشکده فنی در بابل یا سابقه شو وقتی نگاه میکنید دانشجوی برتر بوده، این از چندین دانشگاه مهم کشور مداری که تحصیلش رو گرفته در طول تحصیل و میبینیم که با در چنین وضعی این شناخت رو از پایتون داره، خب این یه مقدار دیگه تعجب انگیزه. اما اون چیزی که مهمه به نظر من اون چیزی که پشت سر رئیسی نوشته شده، یعنی دانشمندان 1% برتر جهان. این واژه رو اگر دقت بکنیم شاید این عدد شرم‌گشایی بشه که اینا کی هستن. توی این در حقیقت روشی که جمهوری اسلامی برای ارتقاء استادان از تقریبا 2 دهه پیش گرفته، کسایی که استاد دانشگاه میشن باید در طول کارشون مقاله تولید بکنن و این مقالات رو در مجلات معتبر علمی که با عنوان ISI شناخته میشدن و مؤسسه تامسون رویترز اونها رو ردبندی میکنه منتشر بکنن. حالا کسایی که این مقاله ها رو چاپ میکنن توی این مجموعه مجلات میان ازشون خروجی میگیرن در طول سال، اینا توی فایل اکسل میریزن، ردیف میکنن، سورت میکنن بر حسب تعداد. اونایی که 1% فرض کنید که 30,000 نفر مثلا مقاله ها، عدد خیلی بیشتر، ولی فرض کنید 30,000 تا مقاله میاد، 300 تای برترش رو میگیرن. این میشه دانشمندان اس، عنوانی که براش اطلاق میکنن دانشمندان 1% جهانه، یعنی تعداد مقاله چاپ شده رو معادل دانشمند بودن میگیرن و بعد اون افراد رو جذب میکنن و میارن توی همچین جلساتی میشونن. یکی دیگه از اون چیزایی که توی این جلسه جالبه، درک نشون دهنده درک پیشا مدرن در حقیقت دولت مردان جمهوری اسلامی از مفهوم علمه. یعنی اینکه در یک جلسه ای که توی قصه ها مثلا گفته میشد که یک حاکمی میاد میشینه با عالمی صحبت میکنه، انتظار دارن که همچین جلساتی تشکیل بشه و در اون جلسات حکمت رو از طریق این افراد درک بکنن. ببینید که رئیسی هم یادداشت برمی‌داره و این کار رو انجام ده. اینا نکات دردآوری هست که البته جدید نیست، در این نوع حکومت ها همیشه بوده، یعنی از زمان استالین یه عنوانی بهش اطلاق شده به اسم لیسنکو افکت. لیسنکو یه فردی بود که ادعای زیست شناسی میکرد ولی درکش از زیست شناسی بسیار ضعیف بود و تقریبا 20-30 سال شوروی رو کار کرد که علیه مفهوم ژنتیک فعالیت های انجام بدن در دوران استالین، و این رفتار در بسیاری از این حکومت‌های اقتداری در دوره ماو همین تکرار شد. مثلا در اون زمان گفتن حتی گنجشک و حشرات ضد انقلاب هستند. در دوره هیتلر باز باش دانش ژنتیک اتفاق افتاد. در همین حکومت ما می‌بینیم در مورد واکسن اتفاق افتاد، در مورد خیلی از مسائل، در مورد مسائل علوم انسانی به شدت اتفاق، این همه آدمی هستن که حتی مقامات بالایی هم رسیدن ولی این صحبت‌ها رو در مورد دلار می‌کنن، در مورد سیاست بین‌الملل می‌کنن، منتها اونا چون اصطلاحاً تنجبل نیستن، قابل ارزیابی دقیق توسط عموم نیستن، معلوم خب می‌شون و میرن. ولی حالا مثال خوبی دارید می‌زنید، ولی فکر می‌کنم حتی برای نه هیتلر نه اتحاد جماهیر شوروی هم منصفانه نیست. بالاخره اونها دستاوردهای علمی قابل توجهی داشتن، شوروی یوری گاگارین رو فرستاد به فضا. منظورم اینه که بالاخره یک کارهای ملموسی هم کردن. همین حین صحبت‌های شما ما تصاویر آرشیوی داشتیم از کرونایاب، اگر یادتون باشه که یک دوره‌ای داشتن. بله بله. یعنی میخوام بگم که درست تا اندازه طنز هست و من و شما هم با لبخند داریم این خبر رو کار می‌کنیم، ولی واقعیتش اینه که برای بسیاری از ایرانی‌ها خاطره است و زندگی است که هر روز دارن باش دست و پنجه نرم میکنن در ایران. بله بله. یه مقداری این که اینها خودشون مدعی علم هم هستن، یعنی این که فکر میکنن علم چیزیه که مثلا در حوزه‌های علمیه به هر دلیل به خاطر شباهت واژه علم، یعنی اینا مفهوم ساینس و اون تفاوتش با مفهوم نالج رو درک نکردن. این در ساختار در حقیقت این سیستم حوزه‌ایشون سال‌ها از
از لغت علم استفاده میکردن. وقتی میگن دانشمندان، وقتی میگن عالمان، بیشتر منظورشون حجت الاسلام و آیت الله و اینها هست. و تو همین تفکر من، این فرقش با شوروی اینه که تو شوروی به هر حال فرصتی میدادن به یک کسی 10 سال 20 سال، یا تو دوره ماو در زمین کشاورزی به یک کسی 10 سال 20 سال، و بعد مشخص میشد که نتیجه اشتباهه. ولی اینها به هر حال یه چیز متفاوتی هستن دیگه، به خاطر اینکه به خودشون یه زمانی مدعی علم بودن. این رو هم بگم که ما در حقیقت در زمینه سیاست گذاری علم تلاش کرده که کشور در زمینه‌هایی یه چیزایی رو درک بکنه. یعنی خود این مقالات و مقاله نگاری که این افراد از توش در اومدن صرفا چیز بدی نیست، و اتفاقا چیز مهمی چون زبان مشترک بین دانشمندانه. اما وقتی تعداد مقالات با رشد کمی دانشگاه داشت شکل می‌گرفت، خامنه ای تقریبا در اواسط دهه 80 از اون به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرد، و این باعث شد که فقط صرف مقاله نوشتن جدی گرفته بشه، بقیه جنبه‌های اون، مثلا مقاله چه تأثیری داره، چه کاربردی داره، چقدر جا بهش میشه. اگر شما این کسایی که من به جرات میتونم بگم که کسایی که در 20 سال گذشته نوبل های علمی فیزیک و شیمی و زیست شناسی گرفتن لیست بکنید، حاضرم شرط بدم که هیچ کدومشون جز این 1% قرار نمیگیرن، چون تعداد کارهایی که کردن اونقدر ممکنه نباشه که عددشون رو بیاره بالا. ولی عمق کارهایی که کردن، که آخرینش همین آقای اوگور شاهین بود که واکسن کرونا رو بکن. حتی اگر باشن معمولا چنین ادعایی ندارم. ممنونم از شما مهدی سارمی، روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا.